سلام، تعیین اعضا و هیئت شورای مصالح ملی سوی غنی مسئولیت قانونی یا تشبث کاری؟ رئیس جمهور غنی طی فرمان اعضا و هیئت رهبری شورای مصالح ملی را بر ریاست دکتر عبدالله عبدالله رئیس این شورا اعلام کرد. بر اساس این لیست 19 تن از اعضای جهادی و سیاسی، 9 تن از اعضای دولت، 8 تن به نمایندگی زنان و 10 تن دیگر را اعضای رهبری شورای مصالح ملی تشکیل می‌دهد. پس از اعلام این لیست، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان عضویتش را رسما رد کرده و گفته است که در هیچ تشکیل حکومتی سهیم نخواهد بود. عبدالله قبل از این هفته گذشته بر آغاز مذاکرات بین الافغانی گفته بود که آغاز مذاکرات بین الافغانی در هفته جاری آغاز می شود. تعیین اعضا و هیئت رهبری شورای مصالح ملی آیا یک قدم جلو برای سال؟ من قریشی هستم، میزبان این برنامه، و برای واکاوی بیشتر این موضوع بیشتر صحبت میکنم با مهمانان برنامه. مهمانان مقایان هر یک: آقای عزیز استانکزی، آگاه مسائل سیاسی، جناب آقای پرویز عربزاده، عضو مجلس نمایندگان. مهمانان بسیار زیاد به برنامه خوش آمدین. جناب آقای استانکزی، با شما آغاز میکنم. این لیست از دید شما چقدر میتونه ممثل آرا و اجماع ملی در افغانستان باشه؟ شما میتونین که فضای مجازی را ببینین، عقاید مردم در اینجا واضح و روشن است. مردم در این مورد تبصره های زیادی کردن، من هم میخوام بیشتر بپردازم. همین ایده بود که طالبان را ایجاد کردن، همین بود تعداد زیاد چون که افغانستان با ویرانه تبدیل کردن. مقصدتان بله، اعضایی که بله، افرادی که در تنظیم ها هستن، بله. افراد جهادی، ما نمیگیم که در افغانستان جهاد علیه روس شوروی وقت صورت نگرفت، علیه کمونیستا صورت نگرفت، ولی اینا کسانی هستن که اینا نمیتونن که این فرصت های لازم برای مردم افغانستان مساعد بسازن یا صلح را برای خود میخوان. من نمیفهمم که جناب دکتر صاحب اشرف غنی روی کدام منظور اینطور یک لیست جور کرده، اینطور افراد و اشخاص در اینجا تعیین کرده که اصلا ملت اینا را از خود راندن، یا نمیتونن که پاسخگوی از این ملت هم باشن و نمیتونن که نماینده های مردم افغانستان باشن. در اینجا جوامع مدنی، افراد منفرد سیاسی، جوانان، روشنفکران، متنفذین، علمای کرام موجود است. اگر هیچ نمیشد، همین کسایی را که در لوی جرگی مشورتی دعوت کرده بودند، چرا از همین تعدادی که تعداد زیادشان با پای برهنه و شکم گرسنه آمدن به خاطر از این ملت، به خاطر سرنوشت از این ملت، اکثریتشان بچه خدا، دختر خدا و فامیل خدا از دست داده بودند در جنگا، چرا از اینا انتخاب نمیکردن و نکردن؟ یک شیطانت است، یک منافقت است، یک هر کسی که کار کرده، اگر رئیس جمهور کرده، اگر رئیس شورای عالی مصالحه ملی کرده، هر کسی کرده، اینا پای تیشه را به پای خود میزنن، اینا به ریشه خود میزنن. این لیست هیچ قطعا مورد قبول مردم نیست. بسیار خوب آقای عربزاده، شما هم به باور هستین که این افراد طالب ساز است و قرار است افراد طالب ساز با خود طالب ها مذاکره بکنن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یک نعبد و یک نستعین. سلام به شما و به تمام ملت افغانستان. میبینیم که ما هر چیز را اگر ما تهمت بزنیم به یک کسی، هم به رئیس جمهور و هم به اعضای هیئت، درست است مشکلات داشته، مشکلات دارن، خب ما ایره با یک فال نیک بگیریم و ایره تشویق بکنیم و ایره سر صدا بکنیم که خواست مردم افغانستان چی است. خواست مردم افغانستان همی است که دیگر در افغانستان برداشت جنگ مردم افغانستان ندارن و ما باید یک نظریه بتیم که ما ایره لابیگری کنیم و این پروسه را به یک نتیجه برسانیم. ما به خاطر امریکا کار نکنیم، ما به خاطر پاکستان و خوش ساختن پاکستان و ایران و اروپا نکنیم و ما به خاطر خوش ساختن اینا تقریبا 40 سال میشه که مردم افغانستان قربانی میته، کی از ما راضی است؟ و امروزم هر چقدر تلفات افغانا ببینه، مردم هیچ کس
دل نمی سوزانه و ما اگر طالب است، اگر حکومت است، هر دو طرف کشته میشه افغان است و ما به خاطر حداقل دیگه تحمل امی چیزا نیست. درست است که ما یک چند وقت اروسا ما را پشت ما را گرفت که ما برتان وطن جور میکنیم میکنیم و دیدیم ما عواملش هم دیدیم، باز پاکستان و با اروپا و عرب و هر جایی که آمد دولت اسلامی آمد، دولت اسلامی هم نتیجه نداد، طالب آمد، امارت اسلامی، بعد از این دائمی حکمت 19 ساله. ما شما یک ببینیم، یک ارزیابی بکنیم که همین جا یعنی در نهایت هم شما به این باور هستین که لیست همه شمول است. آقای استانکزای، لیست همه شمول است، نباید تهمت بزنیم و برای آمریکا، پاکستان و ایران کار نکنیم. موضوع افغانستان امروز پیچیده است، با ممالک همسایه، با آمریکا، با سایر ممالک زیر دخل در قضیه افغانستان. ما نمیتوانیم که به تنهایی همه کارهای خود دولت افغانستان به پیش ببره. ما گدایگر هستیم به ممالک بیرون، دست ما دراز است و در مکاسی که چیزی برای ما میورم چور و چپاول میکنیم و برای خود مصرف میکنیم و بعدا ما باز میخواهیم که در مسئله صلح افغانستان هم خود را دخیل بسازیم. بیشتر کسایی که در این لیست است، اکثریت از اینا باید در آینده جوابگوی تاریخ باشه. بله آقای استانکزی، شما در صحبت‌های قبلیتان اشاره کردین که یک تعداد از افراد و گروه‌ها از قلم افتاده. در فرمان رئیس جمهور غنی برای شورای مصالح ملی وظیفه سپرده که در یک هفته فهرست مجمع عمومی شورا را با حضور علما، اعضای شورای ملی، اعضای شورای ولایتی، سکتور خصوصی، اعضای لجنه جرگه مشورتی که شما اشاره کردین، نماینده شورای عالی صلح سابق، شخصیت‌های سیاسی، با ردیف کردن این افراد و با ضمیمه کردن این افراد، آیا این لیست جان خواهد گرفت؟ ای کاش افراد و اشخاص در این لیست جای داده شده باشند، جایگزین شوند در بین از این افراد و تعداد که اونا واقعا نماینده های مردم افغانستان هستند. اونا آسیب دیدن، اونا در جنگ 40 ساله افغانستان همه چیز خود از دست دادن، نه آنهایی که در طول 20 سال صاحب همه چیز شدند، نه آنهایی که در طول 20 سال از ویرانی افغانستان، از مصیبت افغانستان اینا منفعت گرفتن، نان هایی که در غیاب امی دولت بدون استئذان مقامات عالی رتبه دولت گاهی به مسکو رفتن، با طالبا دیدن، گاهی به یک جای، گاهی به دیگر جای، و تعداد زیاد شند میلست موجود است. بسیار خوب آقای عربزاده، این لیست اعضای کمیته هایش که از شورای از افراد چهره های سیاسی جهادی است، از نماینده زنان وجود داره، از حیات رهبری شورای مصالحه وجود داره، همه شمول است به نحو با تایید ارگ، البته منظور این است، فکر میکنین چگونه افراد میتونه از قاطبه مردم افغانستان نمایندگی بکنه و بلندگوی خواسته ها نیازهای مردم افغانستان باشد؟ ببینم قرشیست، ای خواه در افغانستان یگار گشته که رئیس جمهور باید است که مردم های شرسشناس و مردم های پولدار و قوی و در حکومت دسترس قوی داشته باشه. این در افغانستان اگر بگشته و بدن یک ده نفر یا 20 تا استاد یا پنتونه که از افغانستان جمع کنه، بدن از اون خب مردم کاری رو نمیکنه. ما به این نتیجه یعنی میخواین بگن که رئیس جمهور اعمال سلیقه میکنه؟ نه گپی است. ما بنیت نیک به این خاطر استم، اگر واقعا امی کسایی که فعلا در لیست هستن مردم های قوی هستن و یک خواهش شما از امی مردم امی است که ما تجربه 40 ساله جنگ امی مردم دارن و نفعشان که چقدر به وطن رسیده خب به مردم افغانستان معلوم است، اینا یک ارزیابی بکنن که باید دیگه باید اگر جنگ شروع کردن باید ختمشون معنی بکنن. یک نقد بسیار موردی که آقای استانکزی در اینجا مطرح میکنه این است که این افراد مسبب وضعیت کنونی در افغانستان شدن، پس این افراد که منافعشان را در جنگ موجود میبرن چگونه میتونن به صلاح صلح تصمیم بگیرن؟ رابطه شما چی تفسیر میکنید؟ ببینید، علت جنگ افغانستان و در افغانستان که کدام جنگ های است این معلوم است و کیها ما را به جنگ انداختن و ایران تجربه کردیم که همسایه و خارجی ایران تجربه مردم افغانستان کرده که کیها ما را به جنگ انداختن. از علت که شما اشاره میکنید منظورتون کی است؟ منظور ما این است که ما بدانهای مردم خیلی کردیم و نتیجه در چه مردم منظورتون کی است؟ کشورهای
منطقه کشورهای منطقه اروپا با جمع امریکا در این 40 سال کتما در افغانستان در جنگاشان اینا شریک بودن و حال امی مردم های کسایی که هستن ما باید یار تشویق بکنیم و یار صدا بکنیم و ما نماینده ملت هستیم ما میبینیم حالت مردم ها میبینیم من کسی نیستم من همیشه با ملت خود حضر ولسوالی ولایت از قریه خبر دارم که سرشان چی میگذره شمایی که نماینده مردم هستید با آقای عربزاده آیا بر رفراندوم به همه پرسی مردم افغانستان این لیست تشکیل شده؟ جور شده؟ ببینید او فرهنگ در افغانستان نیست که با بره بر رفراندوم پس در اینجا اعمال سلیقه شده آرای مردم افغانستان نه بر نحوی یعنی مردم ها طرفدار داره این بدون شک هست که این مردم ها طرفدار داره من چی میگم قریشی صاحب جمله ما تکمیل نشده مهربانی اگر مردم افغانستان ملت افغانستان دیگه ما از خارجی پول نمیخوایم و هیچ پولی نمیخوایم هیچ پیسی نمیخوایم هیچ کمکی نمیخوایم ملت افغانستان یگانه چیزی میخواه که صلح میخواه آرامی میخواه دیگه هیچ چیز ما نمیخوایم اگر کسایی را واقعا در سطح رهبری یا در سطح کلانی است مردم افغانستان از اینا پول نخواسته چی میگم قریشی صاحب بر از اینا آرامی میخواه صلح میخواه ما میتونیم قبل از او در حکومت داوود خان که تیما کی کمک میکرد در وقت صحبت رو با شما ادامه میدیم اما قبل از آن رفت و برگشت کوتاهی داریم دوباره برمیگردیم بیننده خط کابل از خورشید حسین آقای استانکزی در فضای پر اختناق سیاسی در حال حرف از اجماع ملی زده میشه که آقای کرزی عضویتش را رد میکنه آقای حکمتیار رئیس جمهور را به ملیشه سازی در سمت شمال متهم میکنه برایند این همه موضوعات بر صلح افغانستان از شما چی بوده میتونه کدام اجماع ما قطعا هنوز در داخل اجماع نداریم با وجود از اینکه ما در اجماع منطقوی و در اجماع بین المللی ما یعنی میتونیم گفته که تا جای پیشرفت ممالک بیرونی یا مدخل در قضیه دارن اما ما در داخل تا حال اجماع نداریم آمدیم سرزی که در تمام ممالکی که جنگ های داخلی در اونجا جریان داشتن و جریان دارن افراد و اشخاص که مشمول جنگ ها نیستن یا افراد بی‌طرف هستن میتوانند که در اینجا مثمر واقع شوند نظر ما ایست که افرادی که با فکر ملی باشه ملیگرا باشه اندیشی ملی داشته باشند در فکر افغانستان باشند هدفشان مردم افغانستان باشه اونا می توانند که در اینجا مثمر واقع شوند و برخوردای از اونا در اینجا صلح تامین میشه اما آقای عربزاده گفتن که اینا هم صاحب نفوذ هستند در افغانستان اصلا بله ما حرفای از اینا را تایید میکنم افراد تنظیمی که در افغانستان طی 40 سال از هر جا پول جمع کردن مردم جمع کردن به زور پول مردم امرایشان هست ولی اگر فردا اینا پول نداشته باشند چهار نفرم در پشت از اینا نمیره شما ببینین کسایی که در این لیست هستن مشمولش مثلا یکی از اینها تهمت میکنه بر این که در افغانستان هندوستان مداخله میکنه ولی هدف از نام پاکستان و ایران گرفته نمیشه یکی میگه که پاکستان مداخله میکنه هدف از هند و ایران گرفته نمیشه در اینجا ما گروه های زیادی داریم در افغانستان که اینا وابستگی سیاسی دارن با ممالک بیرونی تا 40 سال گذشته نیست که بلکه این زمان شهید سردار ما داوود خان آقای استانکزی شما اشاره کردین که اغماز میشه در بعض موضوعات واری پکتیا به صراحت گفت که ایران برای نیروهای مسلح طالب اسلحه توزیع میکنن آقای حکمتیار گفت که آقای غنی در سمت شمال با حمایت هند داره ملیشه سازی میکنه واقعا واقعیت ها کتمان و اغماز میشه و سرنوشت این واقعیت ها مد نظر گرفته نمیشه ما فکر میکنم تماما این مسائلی که علیه رئیس جمهوری افغانستان مطرح میشه از یک طرف صدمه میزنن به صلح و یک صدمه مستقیم است که بر پیکر ملت افغانستان در حقیقت زده میشه از طرف دیگه در ممالک خارجی در افغانستان مداخلات دارن پاکستان هم داره روسیه هم داره ایران هم داره عملا روسا در سمت شمال سلاح توزیع کردن عملا ایرانی ها در سمت جنوب غرب و غرب و حوزه غرب اینا در سلاح توزیع کردن افراد و گروه های دارن ما نمیتونیم و حکومت اشراف دارد بر این موضوع
بله حکومت برای موضوع اشراف داره آگاه است. من فکر میکنم که حکومت خود امروز شما میبینین که در داخل هم مشکلات را دارن، اما طور که در 5 سال گذشته حکومت افغانستان مخصوصا رئیس جمهور با یک عده افراد مشت و گریبان بود که حتی نمیتوانست در افغانستان امو پروژه های عمرانی را به پیش بره. امروز مشکلات را خود داره رئیس جمهوری افغانستان، ولی هدف در اینجاست که باید از طریق میدیا این مسائل مطرح شود، از طرف ما، از طرف ازینا، از طرف احمد محمود کلبی مقصود. اگر یه لست خوب است میگیم خوب است، افراد خوب است در ای. اگر در لست افراد که گزینش دارن افراد درست نیستن باید گفته شود که نه خیر، در اینجا افرادی هستن که نمایندگی از ملت نمی کنن. آقای استرانگزای، آقای ربزاده، آقای استرانگزای به این باور هستن که باید راستی آزمایی شود، خوب را خوب باید گفت، بد را بد، سیار از سفید باید تمیز داد، و گفتن که افراد تنظیمی که در 40 سال از کشورهای متعدد پول جمع کردن آیا میتونن صلح را بر افغانستان بیارن و خواستار صلح در افغانستان باشن که مشمول این لیست آقای استرانگزای دانستن؟ قریشی صاحب، من به این باور هستم که کارهایی که شده شده و این شدگی را یک دفعه ارزیابی بکنیم که ما خوب کردیم یا بد. یک دفعه ارزیابی شد و به ملت معلوم است که اما امیش شدگی ها کیها گفتن که ما اشتباه کردیم، کیها انسان کردن؟ مشکل همینجاست ما در افغانستان اگر رهبر است و رئیس جمهور است و هر کسی که هست اشتباهات خود را چی نمیکنیم، نمیپذیریم، میگیم که ما نابغه هستیم و هر کاری کردیم ما خوب کردیم. ببینید قریشی صاحب، مشکلات که شده تیر شده، ما سر گذشتگی گپ نمیزنیم، اول سر از نو، از این نو بر ما چی لازم است که ما بکنیم. ببینین 5 ماه بیشتر از 5 ماه میشه توافق که امریکایا با طالب کرد، 5 ماه میشه. اگر واقعا ما در راست که رئیس جمهور است و شورای ملی و کلیه، ما حداقل نتونستیم که یک دهی 5 ماه 6 ماه توانستیم که 46 نفر از کل افغانستان جمع بکنیم و امی مردمایی که در لیست هستن تا بار یک 2 مجلس هم نگرفتن. آقای عرفزاده، شما از 46 نفر در حال صحبت میکنین که بر بنیاد تفاهمنامه سیاسی میان آقای غنی و آقای عبدالله که در 28 ثور همین سال جاری به امضا رسید، این مسئولیت برمیگشت به شورای مصالحه ملی به شخص آقای عبدالله. یک انتقاد کلان این است که آقای غنی تشبث کاری کرده، کاری که باید آقای عبدالله انجام میداد آقای رئیس جمهور به گونه سلیقه‌ای برخورد کرده. ببینید قریشی صاحب، در این افغانستان است و ما شخصا پیش دکتر صاحب عبدالله رفتیم، با کدام چیز دیگه نه، گفتیم اگر دکتر صاحب واقعا میخواهید وطن یک نام نیکی که داشته باشی صلح کن، ملت صلح میخواه، یک تعدادی بسیار 10% یا تا جور نمیه که مخالفت صلح را میکنه. یعنی شما میگین که آقای عبدالله اهلیت و ظرفیت گپ مرا گوش کن، من چی میگم؟ معرفی افراد را نداشت؟ من برات میگم که ریاست مصالحه را چندین دفعه از طریق رسانه ما انتقاد کردیم، این نتونست در ظرف 3 ماه این نتونست امی تشکیلات شورای مصالحه را جور بکنه. پس ضعف در اونجا بود آقای استانگزای. ببینید امی جمله ما تکلیم نشد قریشی صاحب. بسیار کوتاه بفرمایید. آل ما هیره میگیم که امیر به نام فال نیک بگیریم و دهی 5 ماه ما نتونستیم آل امی مردم را تشویق بکنیم که به مردم افغانستان صلح را بیاره و جزی صلح ما دیگه هیچ گزینه‌ای نداره. بسیار خوب، بدون شک آقای استانگزای موافق آمدن صلح است. آقای استانگزای، معاونین شورای مصالحه از 5 به 7 افزود شد، همچنان آقای کرزی رد کرد شورای مصالحه ملی به رهبری آقای عبدالله تا هنوز دیدگاهش مشخص نیست، به نحو تشبث در کار میدانن. چقدر فکر میکنین در اینجا شکررنجی احتمال وقوعش هست که از سوی شورای مصالحه ملی مطرح شد؟ اگر ما این از شکررنجی به اختلافات توجیه بتیم، مشخصا اختلافات عمیقی در داخل افغانستان بین گروه ها و افراد و اشخاص موجود است که نمیخوان تعدادشان در افغانستان صلح به نفع مردم بیاید. ما هم صلح میخوایم، اما برای ما صلح تعریف داره و تعریف صلح برای ما منافع اولیای کشور ماست. اما این صلحی که یک تعداد میخوان برای ما تعمیل کنن، برای ما بیارن و اونا به خاطر منافع خود و
و به خاطر منافع کشورهای بیگانه بیاره ارگس ما اصولها را قبول نداریم. اما آقای عبدالله بی باور است که باید به فال نیک نگریست. خب ما مسلمان هستیم و ما توکل به خدا کردیم و میکنیم و همه چیز باید از لحاظ از این که ما امیدوار هستیم، امیدوار میباشیم، ما این را قبول میکنیم. ولی ما انسان هستیم، عقل و منطق داریم، میبینیم که امروز در کشور چی حالت روان است. امروز در بالای سرنوشت مردم در امریکا بازی صورت میگیره. به خاطر انتخابات آینده امریکا باید هر رقمی که میشه صلح باید تامین و ایجاد شوه و او هم از طرف یک کشور همسایه ما که در 70 سال با ما دوستی نکرده از طرف از او باید به هر شکلی که باشه تعمیل شوه و افرادی که امروز گزینش میشه تمام اکثریت از اینا به طرف امو تراز پلی ترازوی هستن که به سمت شرق ترازو بسیار خوب میلان داره. آقای عربزاده، با فرمت فیلی هیئت مذاکره کننده سال و این افراد اشخاص که حالا قرار است ردیف شوه پشت سر هم، آیا میتونن به صلاح سال بیاندیشن و کار بکنن؟ در حد 30 ثانیه اگر لطف کنید. ما این را میگم که اینا مردم های تجربه زیاد دارن و اگر خواسته باشن و به خاطر افغانستان و به خاطر ملت افغانستان کمی دل بسوزانن، انشالله ما صلح به صلح میرسیم و صلح عالی به دست خود افغان هاست و اگر خوب هم میکنه به دست خود افغان هاست. با توجه به شناخت شما از اینا دارین، خود افغان هم میبرن. آقای عربزاده، با توجه به شناختی که از گذشته سیاسی اینا دارین، واقعا اراده صلح را دارن دیگه؟ ما چاره دیگه نداریم. حالی اگر ما به این نفرا هیچ اختلاف نظر این ببینه، ما شما وطن ماست میفهمیم. اگر هر رقم ملایکان بیاد سرش انتقادات می باشه، خب بهترمی است که از ازمی مردم یک تشویق بکنیم که به مردم افغانستان صلح کنه. آقای پرویز عربزاده، عضو مجلس نمایندگان، جناب آقای عزیز استانکزای، آقای مسئول سیاسی، بسیار تشکر از حضورتان و این ترتیب می رسیم به پایان این برنامه. وقت بخیر.